ماده 454 شخصی که بدون داشتن رتبه و استحقاق یونیفرم نظامی را طور علنی استعمال نماید یا بدون مجوز قانونی نشان و رتبه نظامی را حل می کند به حبس قصیر یا جزای نقدی از 30,000 تا 60,000 افغانی محکوم می گردد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. در باب پوشیدن یونیفرم نظامی توسط افراد ملکی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان قوانین نظامی چیز در این زمینه نیامده است. بنابراین پوشیدن یونیفرم نظامی به اخلاق و کرکتر افراد تعلق می‌گیرد. یونیفرم نظامی اما هویت افراد نظامی است، هویتی که با قربانی، پشتکار، زحمت و مشقت بسیار به دست می‌آید. برای این که حق پوشیدن یونیفرم را با بسیار مشقت به دست می آورند، حداقل در دوران تمرینات نظامی سر نظامی ها تراشیده می شود و شور و نشاط جوانی و نوجوانیشان را فدای نظام می کنند. بنابراین آن را بسیار احترام می گذارند و هر گونه به احترامی را در قبال آن بر نمی تابند. برای همین منظور هدف اساسی پوشیدن یونیفرم این است که نظامی ها را منظم، مرتبط و در چشم دیگران آراسته جلوه دهد. افراد ملکی که یونیفرم نظامی را می پوشند آن را غیر منظم و یا نامرتب می پوشند، زیرا فرم و نشان لازم یعنی نشانه های افتخاری، مدال، رتبه و سایر ملحقات یونیفرم را ندارند و بنا از آراستگی یونیفرم می کاهند و آن را در چشم مردم حقیر می سازند. موضوع دیگر، هدف پوشیدن یونیفرم است. اگر هدف این باشد که خودشان را نظامی جلوه دهند، این عمل نه تنها غیر اخلاقی است بلکه به احترامی در حق نظامی ها نیز است. انسان چه اندازه آتش شهرت و غلبه بر دیگران داشته باشد که تظاهر به خود نبودن بکند و نمود کند که کسی دیگر است. هرگز از یونیفرم به منظور کسب منفعت استفاده نکنید، چه آن کسب شهرت باشد و چه اجرای اعمال تروریستی. کفایت نکند که تروریستان در پی بدنامی یونیفرم نظامی آن را در اعمال تروریستیشان استفاده کرده و زنان و کودکان را سلاخی می کنند. در اخیر قبل از پوشیدن یونیفرم یک بار به یکی از گروه‌های دست جمعی ما یعنی نیروهای امنیتی مراجعه کنید و احساس پوشیدن یونیفرم را به دست آورید که با چه مشقت، سختی و قربانی‌های بیشمار به دست می آیند. حکمتیار به مولوی انصاری: تو تنها نیستی، همه ملت با تو است. رهبر حزب اسلامی پشتیبانیش را از مولوی مجیب رحمان انصاری اعلام کرد. با گزارش اسپوتنیک، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز جمعه 26 فوریه اعلام کرد که ما به مولوی انصاری اطمینان می‌دهیم که تو تنها نیستی، همه ملت با تو است و چیزی که تو در رابطه با نظام گفتی حرف فرد فرد ملت ما است. رهبر حزب اسلامی تاکید دارد که یاری و همکاری با مفسدین، ستمگاران و تنفروشان نه تنها گناه بزرگ است بلکه باعث می شود که انسان از دایره اسلام هم بیرون برود. این در حال است که مولوی مجیب رحمان انصاری خطیب مسجد گذرگاه هرات در یکی از سخنرانی های خود گفته بود که حمایت از نظام کنونی افغانستان گناه کبیره محسوب می شود. با گفته وی، هر کسی که از این نظام حمایت می کند مرتکب گناه کبیره شده و در فساد نظام کنونی شریک خواهد بود. او همچنان علاوه کرده بود، علمایی که از نظام کنونی افغانستان حمایت می کنند در شمار یهود و نصارا می روند، زیرا آنان از یک نظام فاسد پشتیبانی می کنند. این مولوی از نیروهای امنیتی نیز خواسته بود که دست از حمایت این نظام برداشته و با مفسدین همراه نشوند. این اظهارات آقای انصاری واکنش های زیاد سیاسیون، علما و شهروندان افغانستان را برانگیخت، به طوری که بسیار این گفته های وی را خواسته استخبارات بیگانه توصیف کردند. شورای امنیت ملی در این خصوص گفته بود که در مورد گفته های مولوی انصاری که آیا استخبارات بیرونی در پشت این گفتگوها دخیلند تحقیق می کنند.
از سوی هم سید وحید قتالی والی هرات در واکنش به اظهارات مولوی انصاری گفته بود که هرات جای برای تولید داعش نیست. آقای قتالی هشدار داده بود که اجازه نخواهد داد تا پرچم پلید داعش در شهر هرات برافراشته شود. وای از مولوی انصاری خواسته بود که پایش را از گلیم خود دراستر نکند. این در حالی است که در روزهای گذشته نیز شمار از عالمان ولایت‌های مختلف اظهارات جانبدارانه و غیر مسئولانه مولوی انصاری را پیرامون قضایای جاری در کشور و موقف علما و نیروهای دفاعی در مورد نظام کنونی افغانستان بیجا و فدوای جاهلانه خواندند و آن را بدون مجوز شرعی دانستند. طالبان نقض توافقنامه قطر آغازگر جنگ جدید خواهد بود. سخنگوی طالبان گفت این گروه تجدید نظر یا مذاکره دوباره درباره توافق قطر را نمیپذیرد و اگر امریکا توافق را نقض کند این آغازگر جنگ جدید خواهد بود. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که اگر امریکا توافقنامه قطر را به تأخیر بیندازد و یا نقض کند این تصمیم اشتباه خواهد بود و حملات علیه نیروهای این کشور از سر گرفته می شود. مجاهد تصریح کرد اگر آنها این پیمان را نقض کنند ما نیز وظیفه داریم که یک کشور آزاد داشته باشیم، ولی اگر آنها به روش مسالمت آمیز به ما اجازه آزادی نمی دهند ما به وسیله جنگ کشور خود را آزاد خواهیم کرد. وای درباره بررسی توافق قطر توسط دولت بایدن نیز گفت هدف از ارزیابی توافقنامه این است که این پیمان نقض خواهد شد، در آن تجدید نظر شده و یا مجدداً مورد مذاکره قرار گیرد. ما هرگز آماده نیستیم و نه هم این عملکرد قابل قبول خواهد بود. ما فقط می خواهیم که توافقنامه را عملی کنیم و هر طرف که این توافقنامه را نقض کند مسئول خسارات خواهد بود. سخنگوی طالبان افزود اگر دولت جدید امریکا ارزیابی توافق را به معنای درک و فهم مطالعه و بررسی شرایط خود و ما بداند این کار آنها صحیح است، اما اگر این ارزیابی به معنای نقض توافقنامه و ایجاد توافق جدید باشد این خود آغاز یک جنگ جدید می باشد. و بدون اظهار اینکه از نگاه طالبان لغو توافقنامه به چه معناست ادامه داد که این گروه به هیچ عنوان تمدید مهلت خروج نیروهای خارجی از افغانستان را نخواهد پذیرفت. از اینکه تا آخری ویدیو با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. روزتان خوش.